راموس از رفتاری پریزنت ریال روزی نیست. او در حقیقت میتواند دسته رو تر کند. یکی از نیم حمایتگران یونایتد میتواند با یوونتوس گذارد و این پگبا نیست. ریال و یوونتوس باشند در یک روز غلبه کرده نتوانستند. سبب در چیست؟ سلام دوستان، شما قرار دارید در کانال میدان تیجی و مثل هر وقت با شما من میرزور گیروف. در امروز ویدیو اخرون خبر اوضاع رو جمع کردیم و پیشکش شما میکنیم. اکنون در یگانجا باز رو شنید ما باشیم سر میکنیم. سرخیو راموس از نتیجه گفتوشنیدها با ریال روزی نیست. فلورنتینو پرس روی راست به آن اشاره کرد که دیگر نیت ندارد عایدی در راست کردن شرطنامه با کاپیتان دسته گفتوشنید گذارند. یا راموس شرطهای دسته را قبول میکند یا برای خودش دسته نو میکوبد. طبق معلومات تودو فیچخز دسته به راموس شرطنامه دو ساله را با معاش کمتر از حاضرهاش پیشنهاد کرد. اکنون همه چیز از خودی فوتبالباز وابستگی خواهد داشت. اگر او هنرمویش را در ریال ادامه دادن خواهد، باید زیر این شرطنامه امضا گذارد. اگر چنین شمارد که او را قدر نکرده ایستودند، دیگر وریانت را از نظر گذارند. مثال در پی‌اس‌جی آمودند که به یکی از بهترین حمایتگران جهان یعنی سرخیو راموس در 120 میلیون یورو معاش دهند. اگر سرخیو خواهد که برای آینده‌اش مبلغ خوب جمع آوری کند، پس دسته پی‌اس‌جی برای ادامه دادن کریر بهترین جای است. اونجا امکان دارد که به یگان از سه جایزه داخلی فرانسه را به دست آورد و پورا به لیگ چمپیونها قواش را صرف کند و بالای همه این معاش خواسته‌اش را به دست می‌آورد. روسیه که از این خبرها بیزار شدیم. اگر ریال از رفتن راموس نترسد، پس راموس نیز باید در جواب نسبت دسته همین خیلی مناسبت کند. و اومان پرس هیچگو با لگنده های دسته زبو خیر خوش نکرده است. حدیثه که با کسیل از رخ داده بود سخنهای ما رو تزدیق میکنند. بنابراین حیران نمیشیم اگر راموس نیز همین خیلی از دسته رود. و چون همیشه باید خاطر رسون کنیم که دوستان ما از ایکس با پرمکد میدان برای همه تا 100 دلار بونوس آماده کردند. اکنون تماشای بازی‌های دوستاشتهتون باز هم جالب‌تر می‌گردد، زیرا برای رقابت‌ها همیشه کوفیسنت‌های بلند پیشنهاد کرده می‌شود. سلکای بازی در کامنتاریا. تابستان گذشته جایزه اساسی منچستر یونایتد این به دست آوردن نیم حمایتگر آیاکس دونی وان دی بک بود، اما اکنون او می‌تواند زود از انگلیه رود. در ترانسفری توبیسونا توب دستو وان دی بک را در حیات خود دیدن می‌خواستند، اما در نتیجه امیو پیش‌دستی کرده او را خرید. همین طور هم بارسلونا، هم ریال و هم یوونتوس از نخریدن او ضرر کردند. اما سوال اساسی اون است که آیا یونایتد از آمدن او فایده کرد یا نه؟ گفتند ممکن نیست که نیم حمایتگر گالاندی با دسته سولشر موفق آمد. او خیلی کم بازی میکند و قریب یگان عمل نتیجه آور انجام نمیدهد. اما در همه این دونی رو عبدور کردن درست نیست. وقتی او در میدان است بازی خیلی خوب نشان میدهد. یونایتد او را با مبلغ کلان خریداری کرد و معاش فوتبالباز هم کم نیست. ماز برای همین او میتواند زمستون دسته را ترک کند و به یگان دسته دیگر به اجاره رود. برای او دسته نو کفتن شرط نیست، آنکه یک قطار دسته ها برای به اجاره گرفتن او در نوبت ایستادند. یکی از آنها یوونتوس میباشد. تورنیها نسبت وان دی بک هوسمندی خود را گم نکردند، بنابراین به امیو پیشنهاد میکنند که او را به اجاره گیرند. یوونتوس میخواهد که بعداً امکان پورا خریدن او را با نرخ 35 میلیون یورو در اختیار داشته باشد. همچنین تورنیها در دست خود یک کوزر دارند، دوستی بهترین او در سابق دستهاش آیاکس و منتخب گالاندیا ماتیس دی لیخت. دوستان، آیا با فکر شما اونها یک جا شدن میتوانند یوونتوس را بهتر کنند؟ حتما در کامنتاری نویسید. ریال و یوونتوس رو بسیار چیز با هم علاقمند میکنند. ماراتا، دانیلو، کریستیانو رونالدو و حتی نتیجه های بدی آنها در یک روز. دیروز هر دوی آنها نتوانستند رقیبان خود را شکست دهند. نول غلبه در سه بازی این نتیجه دسته های روسی در لیگ چمپیونها نیست، بلکه نشان داد یوونتوس در سری ا میباشد. در بازی دور نهم چمپیونات ایتالیا یوونتوس با بنونتو مساوی کرد. این یکم مساوی دسته آندرا پیلو نیست. پیش از این تورنیها با کراتونی و ویرونا هم مساوی کرده بودند و همه این بازی‌ها را یک چیز با هم علاقمند میکنند. در همه آنها کریستیانو رونالدو اشتراک نکرده است. اکنون خودتان عایدی مهمیت حملگر 35 ساله پرتغالی برای یوونتوس خلاصتان را برآورید. خیریت که توبیستون ماراتو با یوونتوس گزارش کرد و خیلی خوب هنرمایی کرده ایستاده است. آلکای در چند بازی و دسته تورنی را نجات داده ایستاده است. روسیو اکنون در بازی آینده اشتراک نمیکند. پس از بانجام رسیدن بازی آلوارو بودوار باز کرد و برای این کارش کوردیسور گرفت. انا حالت ریال باشد باز هم بدتر است. شاید بازی با آلاوز در این موسم بدترین روز برای آنها باشد. بنزما و راموس توغل جراحت دارند و به دسته کمک کرده نمیتوانستند، اما کازمیرو به حیات برگشت و مس او گل یگانه ریال را در این دیدار به هدف رسانید. راستیو این کار را در دقیقه 86 انجام داد و پیش از او ریال آلاکای دو گل سر داده بود. یکم گل پس از بازی کردن ناچو با دست از پنالتی زده شد، انا گل دوم را باشد مادریدی ها پس از خطاگی کورتوا سر دادند. عجیب است البته، در یک هفته این تیرو شکست داده و بعدا به علاوه کم قوت بوی دادن هم کوریوسون نیست و چنین کار را تنها ریال میتواند.
همچنین نباید فراموش کنیم که ایدن ازر باز جراحت برداشت. این علاقه هشتم جراحت ایدن در دوامی 16 ماهی سپری کرده او در ریال می باشد. نتیجه های او در ریال خیلی عجیبند. 3 گل، 4 پرتوفتی گلوور و 8 جراحت. فوتبالبازی که با 115 میلیون یورو به ریال گذاشته بود و باید عوض کننده رونالدو می شود. با هر حال ما با او شفای کامل کنیم و امید می بندیم که جراحت او اینقدر جدی نخواهد بود. دوستان خاطر رسون میکنیم که در تلگرام مخصوص برای شما کانال کردیم که اونجا برای بازی ها با شما استفکه ها رو پیشنهاد میکنیم. شما تنها در حال گذاشتن استفکه تون پرداخت خواهید کرد، یعنی امکانی باید دادن مبلغ وجود ندارد. هر روز چنین استفکه ها رو براتون پیشنهاد میکنیم، بنابراین با سیل که در زیر ویدیو بده در اومده این امکانیت رو استفاده کنید.